موفق شد حریف رو شکست بده. اگر موافق باشید خیلی سریع نتایج که من نتایج رو دارم خدمتتون عرض میکنم. استیلازین 1-2 به تیم فوتبال شهرداری بازی خودش رو واگذار کرده در نیمه اول، ضمن اینکه حالا تصاویر رو هم مشاهده میفرمایین از بازی. آیه دکتر، ما با توجه به زمان اندکی که در اختیار داریم یه تحلیل کوتاه از شما بشنویم. انتهای بازی زمان خوبی دوستان در اختیار ما قرار دادن تا راجع به کلیت بازی توضیحاتی رو به بینندگان بدیم. خب بازی که ما دیدیم نسبتاً برای نیمه اول بازی مناسبی بود. فکر میکنم در نیمه دوم با توجه به شناختی که به دست میارن و نیازهایی که به امتیاز دارن کیفیت بازی تغییر بکنه. در مجموع بازی زیاد جالبی نبود، از ارزش فنی بالایی برخوردار نبود. ببینیم در ادامه کار چه خواهیم دید. بسیار عالی، سپاسگزار. دعوت میکنم به اتفاق ببینیم نیمه دوم بازی تیمای سپاهان و پرسپولیس. دو تیم شاهد بودیم سپاهان یه برتری نسبی رو داشتن، دو سه موقعیت رو روی دروازه ایجاد کردن، اما پرسپولیس با دوندگی زیاد اجازه ندادن که سپاهانی ها به گل برسن. نیمه اول 0-0 پایان پذیرفت. قضاوت این مسابقه بر عهده آقای مظفری زاده است که آقایان حیدر شکور و مسعود فرخنی او رو در امر قضاوت یاری میکنند. زمین که چهره علی دایی رو ملاحظه میفرمایید، این مربی یعنی علی دایی برای مسابقه حقیقی شیری زاره، محمد شکوری، آقا زمانی، بادامکی، نوری علی عسکری، منصوری و آرفی رو برگزیده، در حالی که آقای امیر قلعه‌نویی با ترکیب رحمتی، عقیلی، بنگر، حاج صفی، حیدری، ابراهیمی، جانواری و کاظمیان، نوید کیا، توره و یانوش پای به زمین مسابقه گذاشته. اگر اتفاق مهمی در بازی همزمان هم رخ بده حتما شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. به بازی بریم ببینیم که در بازی پرسپولیس و سپاهان چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. مطمئنا نیمه دوم بازی سریع و جذابی رو شاهد خواهیم بود، به این دلیل که به هر حال دو تیم نیاز به پیروزی دارن، و دومین دلیل این هست که وزش باد خوابیده و حالا دیگه میتونیم یه بازی خیلی خوب و جذاب رو از دو تیم شاهد باشیم. جانواریو، امید ابراهیمی، آخرین نقطه خط دفاعی عقیلی، توپ رو میگیره، به دنبال بازیکن هست، توپ رو نگه میداره، عقیلی پاس بلندی میده، جایی که توره هست، کنترل سینه از توره، یه حرکت دیگه از حاج صفی، تعادلش به هم میخوره، توره از راه میرسه، توپ رو میگیره، جانواریو، خود جانواریو یا پاس در عمق، اجازه کارو به توره نمیدن و بازیکنان قرمز پوش پرسپولیس صاحب توپ میشن. اشپیتین این بار زودتر از منصوری توپ رو بازیکنان سپاهان میزنن. بنگر، توپ به بیرون رفته، پرتاب رو خسرو حیدری انجام میده، امید ابراهیمی توپ رو به بیرون میفرسته، بازیکن شماره 15 سپاهان امید ابراهیمی، و پرتابی که برای پرسپولیس باید انجام بشه، این پرتاب رو ابراهیم شکوری انجام میده، بنگر اثر میگذاره، ابراهیمی بازیکن کوتاه قامتی که در مرکز زمین کار میکنه برای تیم سپاهان، روی نیمکت ذخیره‌های پرسپولیس، زمینی که خطا رو ملاحظه می‌فرمایید، روی نیمکت ذخیره‌های پرسپولیس نام‌هایی مثل رحمان احمدی، مهدی شیری، وحید هاشمیان، مجتبی زاره، سعید حلافی، علی ابراهیمی و روح‌الله سیف‌اللهی دیده میشن. به هر حال هر دو تیم بازیکنان مصدوم دارن، در حالی که روی نیمکت ذخیره‌های سپاهان سواری، کریمیان، نصیری، عنایتی، پاپی، بگزاده و جعفرپور هستن. این هم لحظه که خطای نوید کیا به روی علیرضا محمد انجام شد، ضربه بلند، بنگر توپ رو بر میگردونه، توره به زیر توپ میزنه، مدافع پرسپولیس مشتبه شیرین هم نمای از هواداران علاقمند به تیم سپاهان، شاید تنها نکته ای که خیلی علاقمندان سپاهان رو آزار میده این هست که
هر حال برای تیمی که حضور در جام باشگاهی جهان رو داره یدک میکشه، نبودن یه ورزشگاهی که بتونه حداقل 30,000-40,000 تماشاگر رو در دل خودش جا بده یه مقداری سخت خواهد بود. امیدوار هستیم هر چه سریعتر ورزشگاه نقش جهان آماده بشه. اصفهان با دو تیم خوب میتونه پتانسیل داشتن یه ورزشگاه 40,000-50,000 نفری رو داشته باشه. امیر قلعه‌نویی در اون سمت در تکاپوی رسیدن به گل هست و دوست داره با پیروزی تیمش بازی رو به پایان برسونه. یه لحظه کاظمیان، خطا روی کاظمیان انجام شد، خیلی بهتر از بازیای قبلیش داره بازی میکنه جواد کاظمیان، پرتلاشتر و دونده تر هست. ببینید این لحظه ای هست که اومد زودتر از نوری به توپ رسید و نوری اجازه نداد او توپ رو تصاحب بکنه. محسن بنگر برای توره، اجازه کار رو به توره ندادن. یانوش برگشت توپ، جواد کاظمیان، خسرو حیدری، یک زده حمله حالا برای تیم پرسپولیس شکل میگیره، در بین راه ارتباط قطع میشه. ابراهیمی، خسرو حیدری، نوید کیا، این بار به این سمت از زمین اومده، خود نوید کیا خوب کار میکنه. نوید کیا در راه رفتن، حرکت عالیه محرم نوید کیا، خسرو حیدری، جواد کاظمیان اونجا شلوغ هست، خوب کار کرد نوید کیا در اون سمت. کاظمیان، ابراهیمی، کاظمیان و خطای هند جواد کاظمیان رو میگیره آقای مظفری زاده، در حالی که کاظمیان اعتقاد داشت که خطا روش انجام شده. در اون سمت حرکت بازیکنان پرسپولیس که خیلی کم تعداد هستن، موفق‌تر پایت صفی هست. این لحظه ای هست که ببینید تعادل کاظمیان به هم خورد و خطای هندش اعلام شد. فابیو جانواریو او رو میزنن و این بار آقای سعید مظفری زاده نزدیک به صحنه خطا رو اعلام میکنه از علیرضا محمد، بازیکن شماره 2 تیم پرسپولیس. این هم لحظه ای هست که ببینید خطا انجام شد، یه پاس رو به جلو، آفساید. آفساید توره وسیله این کمک داور اعلام میشه. آقای حیدر شکور، بیش از 10,000 تماشاگر علاقه‌مند به تیم سپاهان در ورزشگاه بیتابی میکنه برای گل. اینم لحظه‌ای است که آفساید به درستی اعلام شد و توره به توپ هم ضربه زد. 53 دقیقه، ضربه رو علیرضا حقیقی برای پرسپولیس خواهد زد. حالا باد هم یه اثری روی توپ میگذاره اما بنگر بر میگردونه. خسرو حیدری و توپی که بیرون میره. نوری، بازی دنبال میشه. شکوری، قلعه‌نویی اونجا صحبت میکنه و اعتقاد داره که کمک داور میتونست پرچم بزنه به سود تیم سپاهان. و اینم لحظه ای هست که ببینید خطای جواد کاظمیان اعلام شد. تشکر از همکاران خوبم که لحظه به لحظه این بازی رو به تصویر میکشن. توره، فرار توره، یه پاس در عرض، موقعیت هست برای کاظمیان که دوپا او رو میگیرن. نوری، محمد نوری، دوباره نوری، اونجا شکوری، منصوری، شکوری بلند میفرسته، اشپیتیم آرفی به دنبال تو برکت میکنه و سید مهدی رحمتی که به خوبی از دروازه بیرون میاد و روی هوا توپ رو جمع میکنه. بنگر توپ رو بلند میفرسته، بنگر میاره به وسط، یانوش، خود یانوش باید سریعتر تصمیم بگیره، خیلی راحت توپ رو بادامکی میزنه. علیرضا محمد، حرکت بازیکنان پرسپولیس از اون سمت شکل گرفته، یه ارسال برای دروازه، علی عسکری داخل محوطه جریمه و توپی که حمید رضا علی عسکری، این بازیکن در شرایطی نامتعادل زد و به بیرون رفت. ببینید در تصویر هسته لحظه ای هست که زودتر از
محسن بنگر. علی اصغر توپ رو زد اما توپش اون دقت لازم رو نداشت و به بیرون رفت. هاشم بگزاده آماده ورود به زمین هست برای تیم سپاهان تا یه تحرکی به هر حال کناره‌های زمین این تیم داده بشه. سامان آقا زمانی توپش به بیرون میره. عرض کردم تا حدودی وزش باد هم روی پاسا و ارسالای بازیکنان دو تیم تاثیرگذار هست. توره این بار عقب‌تر اومده توپ رو میگیره، یا پاس رو به جلو، گریز جواد کاظمیان و حقیقی. یک نتیجه تساوی هم سپاهان رو به صورت قطعی قهرمان لیگ برتر خواهد کرد، در حالی که استقلال در بازی همزمان 1-0 از تیم ملوان پیش بوده. این لحظه ای هست که خطا به سود سپاهان اعلام شد، خطایی که محمد منصوری انجام داد. پرتاب برای زردپوشان فولاد مبارکه سپاهان. سپاهان سوم خرداد ماه در همین ورزشگاه میزبان بنیادکار ازبکستان هست و زباهن یک روز بعد در همین ورزشگاه باید با النصر عربستان بازی بکنه. به کرکت از بازیکنان پرسپولیس که حالا آرام آرام جلو میان. سامان آقا زمانی توپ رو میفرسته، برگشت توپ پشت محوطه جریمه. نوری بازی رو باز میکنه به این سمت جایی که شکوری هست. توپ رو میفرسته در یک رفت و برگشت، آرفی اثر میگذاره و توپ دور میشه. زاره، محمد، سامان آقا زمانی رو به عقب کار میکنه جایی که مشتبه شیری هست. شیری پاس رو به جلو رو میده، آرفی، منصوری، بادامکی کنار بازی رو عوض میکنه. سرعت توپ زیاد هست و باد هم تأثیر گذار، به همین دلیل توپ به بیرون میره. هاشم بگزاده، اولین تعویضی آقای امیر قلعه‌نویی برای این دیدار خواهد بود. عنایتی هم در کنار او. تصویر شهید حسن قاضی که همکاران خوبون به تصویر میکشن، جا داره یاد و خاطر تمام شهدای گرانقدر کشورمون رو گرامی بداریم. دو بازیکن سپاهان کنار زمین آماده هستن که به بازی بیان، حتی اعلام نشده، بازی دنبال میشه. عقیلی در بین راه ارتباط قطع میشه. این بار بادامکی پا به توپ حرکت میکنه، تکل احسان حاج صفی و توپ به سود تیم سپاهان به بیرون میره. چهره خندان حسین بادامکی. یانوش باید زمین مسابقه رو ترک بکنه و احتمالاً عنایتی میره و در پیکان خط حمله تیم سپاهان قرار میگیره. یانوش که بعد از مدت ها مصدومیت در ترکیب ثابت سپاهانی ها قرار گرفته و ببینیم هاشم بگزاده به جای کدام بازیکن به زمین خواهد اومد. در صورتی که 59 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، بله، جواد کاظمیان زمین مسابقه رو ترک میکنه. کاظمیانی که پر جنب و جوش در این مسابقه بازی کرد، میره با امیر قلعه‌نویی هم دست میده و روی نیمکت ذخیره‌ای تیمش قرار میگیره. حرکت بازیکنان پرسپولیس پشت محوطه جریمه. نوری یا پاس در عمق و محسن بنگر توپ رو دور میکنه. ابراهیمی خسرو حیدری، خود حیدری. درسته که سپاهان با یک تساوی هم قهرمان میشه، اما اونا خیلی دوست دارن که در این ورزشگاه با پیروزی بازیاشون رو تمام بکنن. مسوری، دو بازیکن برای تساوی تو درگیر هستن. به خوبی بنگر بکن میگیره و خطای منصوری هم اعلام میشه. یک کارت زرد، جریمه
حرکت خطای بازیکن پرسپولیس هست. ببینید اینجا بنگر توپ رو گرفت، اینجا زد محسن بنگر رو، به درستی هم آقای مظفری زاده یک کارت زرد به او داد. بنگر بعد بازی رو آغاز بکنه در حالی که هواداران سپاهان یک صدا از این تیم گل میخوان. فابیو جانواریو، حرکت خسرو حیدری، تو سر تو باید بزنه، حالا این کار انجام نمیده و توپ رو مستقیم میفرسته. جانواریو بلند ارسالش رو انجام میده، به روی دروازه از همه عبور میکنه. یه لحظه تعادل حقیقی هم به هم خورد و پرتاب برای پرسپولیسی ها خواهد بود. 61 دقیقه، نوری به پاس رو به جلو، ارتباط قطع میشه. امید ابراهیمی توپای برگشتی رو به خوبی جمع کرده. ابراهیمی، نوید کیا، سری میرسن بازیکنان پرسپولیس و عمق رو میبندن. 5-6 بازیکن رو به توپ نوید کیا بودن، به همین خاطر نوید کیا توپ رو برد به اون سمت، توپ به بیرون نرفته. حالا از این سمت منصوری به توپ میرسه، تکله به موقع عنایتی. چریه غلامرضا عنایتی رو میبینید که او هم در این فصل نوسان زیادی داشته در ترکیب سپاهان. پاس خوب برای ابراهیمی، نوید کیا، این بار توپ او رو میگیرن و خطای اعلام نمیشه. محمد، خود محمد برای بادامکی، بادامکی، علی عسکری، خطایی نیست، خیلی کم برخوردها رو خطا میگیره. یا پاس رو به جلو، عنایتی، تکل بلند در آخرین لحظه از مشتبه شیری، اجازه نداد تا عنایتی به تو برسه. جانواریو، تو به سود سپاهانی ها به بیرون میره. فابیو جانواریو، کاپیتان محرم نوید کیا، یا پاس رو به جلو، تندوتیس هست و عنایتی به این توپ نمیرسه. خودش رو سرزنش میکنه محرم نوید کیا که چرا در دادن پاس دقت بیشتری رو به خرج نداده. حقیقی که تا این لحظه به خوبی دروازش رو بسته نگه داشته به توپ ضربه میزنه. به توپ منصوری اثر میذاره، اشپتیم آرفی به دنبال توپ، بنگر و توپی که اجازه نمیده بنگر به بیرون بره. دوباره منصوری با پای چپ توپ رو میفرسته و ارسالی که بی دقت هست و از اون سمت به بیرون میره. از کنار دروازه رحمتی راه میکنه تا هادی عقیلی بازی رو به گردش در بیاره. بکزاده، فولاد خوزستان 2-0 در اهواز از پاس همدان جلو افتاده تا شاگردان مجید جلالی به یک پیروزی ارزشمند در اهواز برسن. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم که در واقع قهرمانان واقعی اونها هستند. خسرو حیدری، یا پاس خوب، عنایتی حرکت رو آغاز کرده. دو بازیکن در مقابل عنایتی، یه پاس بلند و بی حاصل از فابیو جانواریو که به بیرون میره. توپ رو میگیره در اون سمت بازیکن تیم پرسپولیس و خطا هم اعلام میشه. این چهره ابراهیم توره هست. این هم لحظه ای که به نظر رسید روی حمیدرضا علی عسکری کنار خط توره خطا رو انجام داد. 65 دقیقه مسابقه، بازیکنان پرسپولیس چند تایشون در حال گرم کردن هستن تا به دستور علی دایی به زمین مسابقه بیان. ضربه بلند، برگشت توپ از عقیلی، این چهره علی دایی هست. شاید نتیجه تساوی در مقابل این تیم پرمهره و آماده سپاه نتیجه بعدی برش نباشه، اما خب به هر حال اگر اون میخواد سهمیه بگیره چاره ای نداره و
باید یه کار سخت رو انجام بده و به پیروزی برسه، هرچند که اونا 4-5 بازیکن خوب خودشون رو هم در اختیار ندارند، در روزی که سپاهانی هم دوتا بازیکن خوبشون رو ندارند. حرکت از نوری، خود نوری دور میزنه، خطایی نیست و بازی دنبال میشه. جانوریو، خسرو حیدری، خطا به سود تیم سپاهان اعلام میشه. آقای مظفری زاده خطا رو اعلام کرد. اشپیتیم آرفی، زمانی که در پیام مشهد بازی میکرد واقعا یه بازیکن آماده بود، اینم لحظه ای که خطا رو انجام داد. خسرو حیدری، فابیو جانواریو، عنایتی رو به عقب کار میکنن. با توجه به وزش باد شاید عاقلانه ترین کار این هست که توپ روی زمین بیاد و پاسای کوتاه رد و بدل بشه. برگشت توپ پشت محوطه جریمه، حاج صفی میخواد بزنه که اجازه کار رو نمیدن. علی عسکری، محمد تند و تیز از سمت راست به حرکت در میاد. خود ارزا محمد یه 50-60 متر رو با توپ پیشروی میکنه، توپ رو میفرسته روی دروازه، به جای میره که رحمتی توپ رو میگیره. صفر صفر مساوی. حیف است بازی پرسپولیس و سپاهان که به هر حال بسیار بازی جذابی میتونست باشه با اون همه بیننده تلویزیونی و 12-13 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه بدون گل باشه. حسرت امیر قلعه نویی. به هر حال هر مربی باشه دوست داره با پیروزی کارش تموم بشه و جشن قهرمانی این تیم پرشورتر و گرمتر برگزار بشه. هرچند که عرض کردم سپاهان با همین نتیجه بدون گل هم قطعی قهرمان لیگ هست. گل تیم زوباهن رو هم دیگه میبینیم توسط رجب زاده دروازه‌بان تختی. خب دوستان عزیز، همطور که مشاهده میفرمین آرش برهانی در کنار حوار مولا محمد گلزن بازی مقابل النصر عربستان، گل دوم استقلال تهران هم شکل میگیره، در حالی که همچنان شاهد بودیم بازی سپاهان و پرسپولیس 0-0 بود. اینجا تو ورزشگاه آزادی در تهران استقلال توسط حوار گل دوم رو هم میزنه. نگاه کنین روی این ارسال از سمت راست، موقعیت یه تأثیری که اونجا گذاشته میشه و حوار مولا محمد چقدر عالی با خونسردی هرچه تمامتر توپ رو کنترل میکنه و با یک ضربه آرام، تاثیرگذاری آرش برهانی، حضور فرهاد مجیدی و دروازه‌ای که اینجوری توسط حوار مولا محمد بازیکن عراقی تیم استقلال باز میشه و استقلال در برابر تیم خوب ملوان با نتیجه 2-0 پیش میفته. بازی خوب استقلالی ها همچنان در حال جریان هست. مشتاق جباری که توپ رو در اختیار میگیره، مبعلی ارسال خوب دیگه، فرصت برای گل سوم استقلال، فرهاد مجیدی و توپی که درون دروازه قرار نگیره. فرهاد مجیدی گلزن برجسته استقلال تو فرصت عالی که در اختیارش قرار گرفت، بازیکنی است که معمولا توپای تک به تک رو خوب گل میکنه. اما خب این تصویر رو هم دیدیم و اجازه بدید که بیننده بازی در ادامه بازی تیمای سپاهان و پرسپولیس باشیم. پرسپولیس برمیگرده، در شد که استقلال 2-0 در ورزشگاه آزادی از ملوان پیش هست. احسان حاج صفی توپ رو میفرسته به روی دروازه، کوتاه هست در اون سمت، محسن بنگر، باد بنگر میفرسته به روی دروازه، یک ضربه سر از عنایتی که توپ به خوبی روی سرش جفت و جور نشد. و 69مین دقیقه تیم سپاهان میتونست به گل برسه. ببینید ارسالی که از اون سمت انجام شد و اینم عنایتی که نتونست دروازه رو باز بکنه. از این زاویه هم مرور میکنیم، شاید اگر راه کرده بود توپ رو گواز کنه سپاهان میتونست ضربه بهتری به توپ بزنه. پاس بلند، محرم نوید کیا با پشت پا توره، توپ رو میفرسته، کسی نیست در سمت، تنها علیرضا محمد از تیم پرسپولیس هست که توپ رو میگیره. علی عسکری در مرکز زمین، بازیکنان پرسپولیس هستن که حالا آرام آرام جلو میان. منصوری، علی دایی بازیکن تیمش رو به بازی رو به جلو فرا میخونه، یا پاس بلند، فولاد خوزستان و پاس همدان، بازیشون 2-1 شده در اهواز و پاسی ها یه گل زدن.
محمد پشت محوطه جریمه علی عسکری موقع داره بازی کنه. پرسپولیس ضربه رو میزنن، عقیلی توپو برمیگردونه، سامان آقا زمانی میبره به اون سمت، یه حرکت دیگه محمد نوری به دنبال تو، مقابلش عقیلی، نوری و عقیلی هست که خیلی راحت توپ رو میگیره. توپ به این سمت میاد، جایی که خسرو حیدری هست، تکل بلندی که حسین بادامکی میره، پرتاب برای سپاهان، جانواریو خسرو حیدری حرکت کرده سمت راست رو کاملا بستن شاگردان علی دایی و خسرو حیدری نتونست از اون ارسال همیشگیش رو انجام بده. نوید کیا به این سمت، فابیو جانواریو، خود جانواریو برای توره، توره حرکت میکنه اون سمت رو به خوبی میبینه، در سمت چپ هاشم بگزاده فضایی لازم رو داره، حالا توپ رو میفرسته کوتاه هست ارسالش و توپ برگشت داده میشه دوباره بگزاده، امید ابراهیمی کنارش خسرو حیدری هست، به پاس رو به جلو موقعیت هست، آفساید هم نیست اما حقیقی به خوبی از دروازه بیرون میاد و توپ رو میگیره ابراهیم توره. حرکت منصوری در راه رفتن، تلاش زیاده منصوری برای تصاحب تو و خطایی که اعلام شده. 72 دقیقه مسابقه است، اینم لحظه ای که دو سه بازیکن برای گرفتن توپ بدجور با هم درگیری داشتن، عنایتی و حقیقی که از دروازه بیرون میاد. حقیقی باید بازی رو آغاز بکنه. فابیو جانواریو، خطا این بار به سود زردپوشان سپاهان اعلام میشه، یه بازیکن پرسپولیس روی زمین افتاده که به هر حال بعد مداوا انجام میشه. این لحظه یه هست که تعادل محمد نوری به این شکل به هم خورد، بازیکن خط میانی تیم پرسپولیس و فابیو جانواریو، خود جانواریو، نوید کیا، جانواریو، خود اوراها بسته هست. ببینید پرتعداد دارن دفاع میکنن، خسرو حیدری، حالا حیدری ارسال رو انجام میده به دهانه دروازه که اونجا حقیقی هست که خوب میاد و توپ رو از آن خودش میکنه. ببینید ارسالی که خسرو حیدری انجام داد و بدین شکل در تیر یک حقیقی توپ رو گرفت. از این زاویه هم مرور میکنیم، در یه شرایط نامتعادل ارسال رو انجام داد، چند کمی به بیرون پاسش رو میداد، یه بازیکن در تیر یک میتونست توپ رو قطع کنه و درون دروازه قرار بده. همچنان تماشاگران حاضر در ورزشگاه برای دیدن گل بیتابی میکنن و هنوز به هر حال فرصت هست که قفل دروازه های دو تیم باز بشه. عقیلی پاس بلندی میده، توره، پرتاب برای سپاهان، نوید کیا، خود نوید کیا پیش میره، از سمت چپ تو فرستاده میشه روی دروازه، در تیر دوم کسی نیست و توپ تند و تیز به بیرون میره. علی دایی به هر حال باید راضی باشه از بازی تیمش، حالا درسته خیلی جدی دروازه رو تهدید نکرده اما تیمش بعد بازی نکرده. فولاد خوزستان 3-1 از پاس همدان پیش افتاده و حداقل بشه گفت که فولادی ها امیدوار باشن به رده پنجم یا ششم جدول. این لحظه ای هست که ببینید هند امید ابراهیمی اعلام شد، پشت توپ مشتبه شیری قرار گرفته، جناح بازی رو عوض میکنه، جایی که علیرضا محمد هست، او با سامان آقا زمانی، محمد، علی عسکری،
یه پاس خوب میده در سمت راست، سرعت توپ خیلی زیاد هست. به هر حال عرض کردم این وزش بادی که 3-4 ساعت قبل از شروع بازی در استان اصفهان و به خصوص فولادشهر که به هر حال یه مقداری هم محوطه دوربرش باز هست، باز شده که روی بازی دو تیم یه کیفیت نامطلوبی بگذاره. جعفرپور آمده ورود زمین بود، شاید اومدن پاپی میتونست به تیم سپاهان و آقای قلعه‌نویی کمک بکنه با توجه به قدرت پا به تو و تکنیکی که این بازیکن داره. خطا به سود پرسپولیس، خطای نوید کیا. ببینید اینجا بود که برای تصاحب توپ با محمد نوری تعادل نوری به هم خورد. یک بار دیگه موقعیت هست، یه پاس رو به جلو، کسی نیست، از دروازه رحمتی بیرون میاد، سری بازی را آغاز میکنه. محرم نوید کیا در خط دفاعی هادی عقیلی، بازم نوید کیا، پاسای کوتو از زردپوشان سپاهان در خط دفاعی، بنگر برای جانواریو، خسرو حیدری باز میشه و کنار خط میره. یه بازیکن با او حرکت میکنه که منصوری هست، دوباره جانواریو، یارگیری منتومن از سوی شاگردان علی دایی در این دقایق. ابراهیمی، جانواریو میرسونه توپ رو به خسرو حیدری، خود خسرو حیدری در راه رفتن و خطا پشت محوطه جریمه به سود سپاهان اعلام میشه. 77 دقیقه، 0-0 مساوی. اینم لحظه ای که تعادل خسرو حیدری به هم خورد. شاید این ضربات شروع مجدد در جایی که وزش باد هست بیشتر بتونه تاثیرگذار باشه برای تیمی که میخواد به گل برسه. نوید کیا و خسرو حیدری پشت توپ قرار گرفتن، یه بازیکن در مقابل توپ خسرو حیدریه. نوید کیا جدا شد، همه بازیکنان بلند قامت و سرزن دو تیم در اون محوطه جریمه هستن. ارسال انجام میشه، خیلی بلند هست و ضربه سر محسن بنگر که در شرایطی نامتعادل زده میشه. سریع حرکت رو بازیکن پرسپولیس آغاز میکنن، یه ضد حمله برای این تیم میتونه شک بگیره. از اون سمت حالا ببینید پرسپولیس با این موقعیت چه کار خواهد کرد. دخالت به موقع از بازیکنان سپاهان و خطا، خطایی که برای چندمین بار در این مسابقه اتفاق میفته در حضور آقای مظفری زاده. ببینید لحظه‌ای که خطا اعلام شد، اشبه تیم آرفی توپ از دست میده. جانواریو به پاس رو به عقب، اشبه تیم به دنبال توپ، رحمتی خیلی راحت دوباره توپ رو در اختیار جانواریو قرار میده. جانواریو، نوید کیا توپ از دست میده. نوری، حرکت بادامکی، توپ منصوری رو میزنن. ابراهیمی، خسرو حیدری، کنارش نوید کیا هست، توپ رو میده به نوید کیا. خود نوید کیا به خوبی حرکت میکنه، پاس در عمقش به عنایتی نمیرسه. منصوری، بیشتر بازی در این سمت برای هر دو تیم در جریان بوده. پاس فاک صفی، هاشم بگزاده از اون سمت حمله توپ میکنه و خیلی سری جلو میاد. او هم اشتباه میکنه. خستگی در ساقهای دو تیم کاملا مشهود هست. دو تیم برها روز چهارشنبه در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا، سه شنبه و چهارشنبه، دو بازی سنگین رو در امارات برگزار کردن. یک حرکت دیگه، ارسال توپ، عقیلی ارتباط رو قطع میکنه، توپ رو بر میگردونه، یه پاس رو به جلو، عنایتی به دنبال توپ، حقیقی از دروازه بیرون میاد و توپ رو دور میکنه. به ضربه سر خطا، خطا به سود تیم پرسپولیس. عرضه حقیقی هست که
درسته که خیلی توپی هم به دروازش نیامده اما خوب کار کرده. اینم لحظه‌ای که امید ابراهیمی خطا رو انجام داد روی سامان آقا زمانی و چهره علی دایی. در حال بیشتر از این که به فکر این بازی باشه به فکر دیدار 8 خرداد ما در ورزشگاه آزادی در مقابل سپاهان است. درسته که سپاهان در حال با این تساوی قهرمانیش رو به دست میاره اما اونا مطمئنن جام حذفی رو هم جدی و محکم خواهند گرفت و حاضر نیستن که در حال خیلی راحت از اون جام کنار برن. کلکسیون افتخارات سپاهان تنها قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا دیده میشه، هم برای امیر قلعه نویی و هم برای تیم سپاهان محمد. امیدوار هستیم که این اتفاق رخ بده. یه پاس بلند و توپی که میگیره. دو تیم اصفهانی نایب قهرمانی در باشگاه آسیا رو تجربه کردن. توپ در این سمت بگزاده، نوید کیا، امید ابراهیمی، به پاس بلند در اون سمت. ارزش باد دوباره شدید شده، یک و دو موفق، یک حرکت از سمت چم موقع در بازیکنان سپاهان، ارسال توپ به روی دروازه. در آخرین لحظه این منصوری هست که از راه میرسه و توپ رو به بیرون میفرسته تا یک ضربه کورنر برای سپاهان شکل بگیره. ببینیم این ارسالی هست که انجام شد و منصوری که ریسک نکرد و توپ رو به کورنر فرستاد. نوید کیا، خود نوید کیا توپ رو میفرسته به روی دروازه. اونجا بنگر میخواد ضربه سر رو بزنه پشت محوطه جریمه. حالا زدم نمیتونه شکل بگیره، جانواریو اثر میگذاره. خسرو حیدری توپ به بیرون نرفته، یه پاس خوب میده برای احسان هایصفی، با پای چپ توپ رو میفرسته روی دروازه. زاره توپ رو برمیگردونه، ابراهیمی ضربه از راه دور او که با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون میره. افک میانی تیم گلد مبارک اصفهان امید ابراهیمی، یک کنترل و یه ضربه که با این اختلاف کم توپش به بیرون رفت. از این زاویه هم مرور میکنیم، ضربه که امید ابراهیمی زد و خارج از چارچوب دروازه حقیقی بود. 83 دقیقه، 7 دقیقه دیگه اصفهان میتونه در زمین خودش و در مقابل هواداران خودش جشن قهرمانی رو به پا بکنه. خطای هندی که به سود تیم پرسپولیس اعلام شده. بادامکی و زاره پشت توپ قرار گرفتن، ببینیم زاره چگونه خواهد زد. زاره رو مستقیم میزنه اما هم در حال توپش خیلی فاصله داشت با چارچوب و همین که ضربش ضربه‌ای بود که با اختلاف زیاد به بیرون رفت. از اون زاویه خیلی سخته که توپا تبدیل به گل بشه، شاید معدود در فوتبال این اتفاقات رخ بده. اما زاره به هر حال وقتش رو امتحان کرد و توپ رو روانه دروازه کرد. در حال پیروزی تیم سپاهان در آبادان در مقابل صنعت نفت تا حدود بسیار زیادی قهرمانی تیم رو مسجل کرد. یک و دو موفق که محمد نوری توپ رو میگیره در یک حرکت زیبا و قابل تحسین بعد از قهرمانی تیم سپاهان که به صورت تقریبی اتفاق افتاد در آبادان. تماشاگران صنعت نفت آبادان این تیم رو تشویق کردن در آبادان و حرکت پسندیده و به جایی که به هر حال جای تقدیر داره، در حالی که صنعت نفت بازی رو واگذار کرده بود، هم تیم خودشون رو تشویق کردن بعد از بازی و هم تیم سپاهان رو. تو به این سمت میاد علی دایی، توپش موفق شده تا این لحظه گلی رو نخوره در این مسابقه و امیدوار به دقایق باقی مانده. علی عسکری خودش موقعیت داره، یه پاس خوب در این سمت توپ رو برمیگردونه خسرو حیدری. یه لحظه تماشاگران پرسپولیس نیمخیز شدن. دوباره بادامکی توپ رو میبره به اون سمت، فضا در سمت راست هست. محمد حرکت رو آغاز کرده، توپ رو میفرستونه دروازه. آرف یه لحظه تعادلش به هم خورد، دوباره توپ فرستاده میشه، توپ خسرو حیدری برمیگردونه. جانواریو
ضربه سر شیری، دوباره جانواریو، ابراهیمی، فاجصفی اشتباه میکنه یه لحظه، یه موقعیت یه ضربه از آرفی و توپی که به بیرون میره. در 85مین دقیقه هم ضربه آرفی حاصلی رو برای باز کردن دروازه سپاهان و تیمش نداره. کمتر از 5 دقیقه تا پایان این مسابقه، تساوی بدون گل تیم‌های سپاهان و پرسپولیس. اینم لحظه ضربه ای هست که بازیکن آلمانی تیم پرسپولیس یعنی اشپ تیم آرفی میزنه. سبای قم و نفت آبادان بازیشون بدون گل در قم به پایان رسید. اینم لحظه هست که تعادل مهاجم پرسپولیس در اون محوطه جریمه به هم خورد و اعتقادی نداشت آقای مظفری زاده. نوید کیا یا پاس در آم کمی دیر حرکت کردن مهاجمین سپاهان. زباهن یک بر سه از نفت تهران در تهران پیش افتاده تا رقابت حساس تیمای زباهن و استقلال برای کسب عنوان نایب قهرمانی ادامه داشته باشه. سپاهان که دیگه قهرمان شد، این تیم رو باید قهرمان بلا منازعه این لیگ بدونیم. و جدال استقلال که حالا 2-0 هم از ملوان پیش افتاده و زباهن برای کسب عنوان نایب قهرمانی. و به اون سمنیاد حداقل زباهن با این پیروزی که به دست آورد و با این تساوی پرسپولیس شکست تراکتور که با نتیجه 2-0 اتفاق افتاده، زباهنی ها میتونن دیگه به گرفتن سهمیه امیدوار باشن. دو سه هفته کم آوردن تراکتور سازان و به هر حال دور شدن از اون شرایط آرمانی خودشون. در اون سن بازیکنان پرسپولیس فولاد خوزستان هم 3-1 از پاس همدان پیش افتاد. اون بازی یه 4-5 دقیقه تا پایانش باقی است. با پاپی رو به زمین مسابقه میاره آقای امیر قلعه‌نویی و کاپیتان محرم نوید کیا باید زمین مسابقه ترک کنه. مثل کرمان هم 1-0 از شاهین بوشهر پیش هست. نوید کیا با تشویق بی امان هواداران سپاهان زمین مسابقه رو ترک میکنه. کاپیتان با اخلاق سپاهانی هایی که خسته هم بود در این دقایق. توره در اون سمت ارتباط قطع میشه. یا پاس دیگه در اون سمت حمید رضا علی عسکری به توب نمیرسه و یا حاصل است. شهرداری تبریز 4-1 استیلازین رو شکست داد. تا با این شکست استیلازین بگیم خدا حافظ لیگ برتر برای استیلازین. محمد حسینی دروازه تیم نفر رو به این شکل باز کرد. زباهن 2-0. سانترمان روی دروازه اشتباه مدافعین و ضربه‌ای که حسینی زد تا کار نفت سخت بشه. زباهن 2-0 و تهران 0. زنده گل محمد حسینی. کوروش هم که بل اجبار تعویض شد و ناراحتی میره روی نیمکت قرار میگیره و جای خودش رو به گنجی داد. به بازی سپاهان پرسپولیس بر میگردیم. خطایی که به روی پاپی انجام شد و آقای مظفری زاده خطا رو اعلام کرد در 89مین دقیقه این مسابقه. ببینیم در این یک دقیقه و یا احتمالاً 2-3 دقیقه وقت تلف شده اتفاقی رو خواهد داد یا خیر. تماشاگران سپاهان که سرود قهرمانی سر دادن، یرسال به روی دروازه و توپی که جفت و جور نشد روی پای امید ابراهیمی. در شدی که 89 دقیقه رو پشت سر میذاریم، میبینید این لحظه ای هست که امید ابراهیمی میخواد ضربه رو بزنه. جادار ما قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان رو تبریک عرض بکنیم خدمت هواداران این تیم، مدیریت باشگاه، اعضای باشگاه. زمینه که مثل کرمان هم 3-0 از شاهین بوشهر پیش هست. کسانی که به هر حال در قهرمانی تیم سپاهان دخیل بودن، هیئت مدیره این تیم، کارخانه فولاد مبارکه سپاهان. 2 دقیقه
وقت تلف شده، تدارکات، مربیان، بازیکنان و همه و همه و همه افرادی که به هر حال در این پیروزی و قهرمانی نقش داشتن، تبریک میگیم به تیم سپاهان که برای دومین بار متوالی تونست عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ رو به دست بیاره. زمین که فولاد خوزستان هم 4-1 از پاس همدان جلو افتاده تا پاس همدان هم به نوعی خطر سقوط رو بیش از پیش احساس بکنه. قهرمانی سپاهان در لیگ دهم و آغاز راهی جدید در سال 90 که به هر حال احتمالاً رقابت‌هاش از مرداد ماه آغاز خواهد شد، زمین که یک هفته دیگه هم به پایان رقابت‌ها باقی موند. اما سپاهان قهرمان میشه و اما وضعیت تیم‌های دوم تا 18 جدول به هفته‌های پایانی کشیده میشه. برای سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا با این همه هوادار خوب و این تیم خوب آرزوی موفقیت می‌کنیم. تو بلند فرستاد میشه به روی دروازه، برگشت توپ، یه ضد حمله حالا برای تیم فولاد مبارک سپاهان شکل می‌گیره، یه پاس رو به جلو و به خوبی اونجا زاره ارتباط رو قطع می‌کنه. تا ثانیه‌های دیگر سوت پایان بازی و قهرمانی سپاهان در مقابل هوادارانش شکل خواهد گرفت. افتخاری که برای دومین بار به یک تیم شهرستانی رقم می‌خوره، ظاهراً جشن قهرمانی رو این تیم برپا خواهد کرد. بگزاده درگیر برای تصاحب توپ و خطایی که اعلام میشه. پرسپولیس هم در این مسابقه در مقابل تیم قهرمان سپاهان بازی خوب و جونداری رو انجام داد. خسته نباشید به تیم پرسپولیس هم. و سوت سعید مظفری‌زاده این بار رای به قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان میده. سپاهان با سوت سعید مظفری‌زاده این بار قهرمان لیگ برتر میشه و مطمئنن هواداران سپاهان چه در این ورزشگاه و چه در جای استان اصفهان جشن و سرود